که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن در استنشاق یا در مزمزه و استنشاق مبالغه بکن، یعنی دستوری هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم که در هنگام وضو گرفتم شما در هنگامی که آب در دهان یا آب در بینی میکنید مبالغه بکنید، مگر اینکه روزه باشید، یعنی در حالتی که روزه هستید که در این زمینه مبالغه نکنید. اما این که آب در دهان کردن و در بینی کردن یک حکم شرعی هست و جایز هست و هیچ گونه تأثیری رو و تضادی در واقع با روزه ندارد. شبکه توحیدی ایمانی زلال تقدیم میکند. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در دو جلسه قبل مواردی رو که با روزه منافات دارند و جزء شکننده های روزه هستند و روزه رو باطل می کنند، این موارد رو خدمت شما شرح دادم. در این جلسه انشاءالله می پردازیم به مواردی که جز شکننده های روزه نیست و اساساً یک فرد روزه‌دار در هنگام روزه می تواند این موارد را و این کارها را انجام بدهد بدون این که به روزه اش آسیبی برسد. و در تمامی این موارد انسان باید همیشه پایبند شرع باشد. اگر شما در مواردی بخواهید بر خودتون سختی بگیرید و در اجرای یک حکم شرعی شدتی رو به خرج بدهید و احتیاطی رو مد نظر داشته باشید که شریعت اون احتیاط رو مد نظر قرار نداده، این در واقع یک نوع افراط و تفریطی هست و انحراف از صراط مستقیم و از راه اعتدال و میانه روی هست. بسیاری از مردم فکر میکنند که مثلا اگر در هنگام روزه، چه روزه ماه مبارک رمضان باشد یا روزهای نفلی و واجبی دیگر، اگر کسی غسل بکند، آبتنی بکند یا اینکه پارچه ای را خیس بکند بر سر صورت خود بمالد یا بر روی بدن خود بیندازد، گمان میکنند که چون این فردی روزش باطل شده یا حداقل ثواب روزش از بین رفته و کم شده. چون این باوری و اعتقادی صحت ندارد و واقعیت ندارد. بزرگترین کسی که ما سراغ داریم که متقی ترین انسان روی زمین بوده، از تمام انسانها پرهیزگارتر بوده، شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. ایشان عملا برای ما بیان کردند که غسل کردن، آبتنی کردن، ولو این که بنیت این باشد که انسان بدنش خنک بشود، یک کمی بدنش شادابتر بشود، یک مقداری بدنش در واقع اون خشکی که بر اثر روزه به وجود آمده اون از بین برود، ولو این که با این نیت غسل بکند، باز هم هیچ گونه تأثیری رو بر روزه انسان ندارد. روایت شده که یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که من در سفری همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم در یک جایی که به نام عرج معروف بود. كنت مع رسول لقد رأيت رسول الله صلی الله علیه و سلم بالعرج يصب على رأسه الماء. دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در منطقه عرج بر روی سر خودشون آب میریختند و هو صائم، در حالی که ایشان روزه‌دار بودند، در حالت روزه بودند و بر سر و روی خودشون آب می ریختند، یعنی مشغول غسل بودند. صائمون من العطش او من الحر، ایشان در وقتی که روزه بودند به خاطر تشنگی یا به خاطر گرما، این هر دو مورد ذکر شده که بر اساس و به خاطر تشنگی زیاد یا گرمای شدیدی که وجود داشت رسول الله صلی الله علیه و سلم غسل کردند. و این روایت ابو داود هست و روایت صحیح هست.
یعنی اینکه انسان روزدار اگر در هنگام روزه دچار به اصطلاح تشنگی مفرطی شد و هوای بسیار گرمی بود، انسان می تواند به خاطر خنک کردن بدن خودش غسل بکند والا اینکه روزه باشد، و این غسل کردن و آبتنی کردن و شنا کردن هیچ گونه تأثیری را بر روزه انسان ندارد. و مواردی دیگر که در این مورد ذکر شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم، مزمزه و استنشاق هست، یعنی در هنگام وضو آب در دهان کردن یا در بینی کردن، یا حتی در غیر از هنگام وضو، نه فقط در این که در حالتی که انسان میخواد وضو بگیرد، بلکه در حالت عادی انسانی روزه هست و دهانش خشک شده میخواد که دهانش را آبی بزند، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد، میتواند که مزمزه بکند، آب در داخل دهان خودش بکند یا در بینی خودش، چه در هنگام وضو گرفتن شرعی یا اینکه در حالت غیر از حالت وضو باشد. در روایتی اومده که لخید ابن سمره رضی الله تعالی روایت میکند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند و بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، در استنشاق یا در مزمزه و استنشاق مبالغه بکن. یعنی این دستوری هست از رسول الله صلی الله علیه وسلم که در هنگام وضو گرفتم، شما در هنگامی که آب در دهان یا آب در بینی میکنید مبالغه بکنید، مگر اینکه روزه باشید، یعنی در حالتی که روزه هستید که در این زمینه مبالغه نکنید، اما اینکه آب در دهان کردن و در بینی کردن یک حکم شرعی هست و جایز هست و هیچ گونه تأثیری رو و تضادی در واقع با روزه نداره. این دو مورد هست. و یکی دیگر از مواردی که در این زمینه وجود دارد این است که بسیاری از مردم گمان می کنند اگر شخص روزدار خواب باشد و در خواب احتلام بشود یا به تعبیری ارضا بشود، گمان می کنند که روزش باطل شده. بل اتفاق تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت و تمام فقها چون این فردی روزش صحیح است، کسی که در حالت خواب احتلام بشود یا به تعبیر عامیانه شیطانی بشود، روزش درست هست و هیچ گونه اشکالی را ندارد، فقط غسل بکند و روزش را همچنان ادامه بدهد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در مواردی دیگر هست که ذکر شده از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم، و اون این هست که اگر فرض بکنید یک فردی شبانه احتلام شده باشد یا اینکه احتلام نشده باشد، بر اثر همبستری با همسرش در واقع جنوب شده باشد، اما قبل از فجر موقعیتی برایش فراهم نشده که غسل بکند، اذان صبح گفته شد، فجر در واقع دمیده شد، اما باز هم این فرد در حالت جنابت هست، آیا روزه چنین شخصی صحیح هست یا صحیح نیست؟ بل اتفاق تمام علما و تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت، روزه چنین شخصی کاملا صحیح هست و میتواند که بعد از دمیدن فجر و در واقع شروع شدن وقت نماز صبح میتواند که غسل بکند و روزه خودش را همچنان ادامه بدهد. این هم یک موردی هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم هم نقل شده از عمل ایشان. حضرت عایشه، حضرت ام سلمه رضی الله تعالی انهما نقل کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم گاهی اوقات در ماه مبارک رمضان غسلشون به تأخیر می افتاد بعد از طلوع و دمیدن بامداد. یعنی لازم نیست که انسان حتما در شب ماه مبارک رمضان قبل از اذان فجر یا قبل از دمیدن فجر در واقع غسل بکنند. اگر کسی غسلش به تأخیر افتاد بعد از فجر یا در هنگام نماز صبح، هیچ گونه اشکالی ندارد و روزش روزه صحیحی هست، و بعد از در واقع دمیدن فجر غسل بکند و روزه خودش را ادامه بدهد. انشاءالله در برنامه دیگر باز هم مواردی از این قبیل و خدمت شما عرض خواهم کرد. تا آن زمان تمام شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.